داستان عینک سیاه در آخرین لحظات سوار اتوبوس شد روی اولین صندلی نشست از کلاس های زور متنفر بود اما حداقل این حس رو داشت که مسیر خلوت بود اتوبوس که افتاد نفسی تازه کرد و به دوربرش نگاه کرد پسر جوانی روی صندلی جلوی نشسته بود که فقط می توانست نیم رو را ببیند که داشت از پنجره بیرون را نگاه میکرد به پسر خیره شد و خیال پردازی را مثل همیشه شروع کرد چه پسر جذابی حتی از نیمراخ هم معلومه اون موهای مرتب شونه شده و اون فک استخونی ستیغه هم که کرده حتما آتگران خوشبوی هم زده چقدر اینه که آفتابی بهش میاد یعنی داره به چی فکر میکنه آدم که اینقدر سمج به بیرون خیلی نمیشه لابد داره به نامزدش فکر میکنه آره حتما همینطوره مطمئنم نامزدش هم مثل خودش جذابه باید به هم بیام میدونم پسر یه با دوستاش قرار میذاره که با هم برن شام بیرون کلی هم با هم میخندن و از زندگی و جوانیش لذت میبرن. میره پارتی، کافی شاپ، اسکی، چقدر خوشبخته. یعنی خودش میدونه، میدونه که باید قدر زندگیشو بدونه. دلش برای خودش سوخت، احساس کرد چقدر تنها و چقدر بدشانسه و چقدر زندگی به او بدهکاره. احساس بدبختی کرد، کاش به سر زودتر پیاده میشد. ایسکا بعد که اتوبوس نگه داشت به از جایش بلند شد. مشتاقانه نگاهش کرد، قد بلند و خوشتیب بود. پسر با گامهای ناستوار به سمت در اتوبوس رفت مکسی کرد و چیزی را که در دستاش باز کرد یک دو سه چهار لوله های استوانی باریک به هم پیوستند و یک اسای سفید رنگ را تشکیل دادند از آن به بعد هرگز عینک آفتابی را با عینک سیاه اشتباه نگرفت و به خاطر چیزهایی که داشت خدا را شکر کرد